اخبار يا باش باشو ما كان باش 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 نكون ماشي وسط ما قلت بابا بابا اخبار صبحگاهی نذاری موت میگرنم موت میکنه اونتنی با سلام به بینندگان گرام اخبار صبحگاهی با عرض پوزش لازم میام یا کاید نم یا نه چی نم یا دفعه آخرت باشی منو گذاشتید اخبار صبحگاهی نامر با عرض پوزش مجدد اخبار این ساعت را به سمع و نظرتان میرسانم عوامل استکبار جهانی و یاوه‌گویان شرق و غرب در یک اقدام جدلوکی لجبازانه نامردانه زمزمه هایی برای وارد شدن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست تروریستی سر دادند. در همین زمینه نظر دکتر سردار سخنگو سپاه پاسداران را جدا شدیم. سردار اگر سپاه وارد لیست بشه چه عواقبی به دنبال داره؟ والا شما کم لطفی میکنید، یه پای این عزیز دوردونه های ما رو نادیده گرفتید. اینا سپاه نیستن، چارتان. ببخشید چیزه سردار، شما برای مقابله با این طرح‌های استکباری تدابیری هم اندیشیدید؟ البته که اندیشی دوندوندون همون دونیم بدونی همون ما تصمیمات قاطعی گرفتیم مبنی بر اینکه پشم و پیله ها رو بریزیم پایین واکسن بزنیم. آیا سردار، آیا قصد اقدامات برون مرزی هم دارید؟ چرا، اتفاقا ما الان با استفاده از همین مراکزمون تمام قصابی های خاورمیانه رو پوشش میدیم. فرواراشو میفرستیم عراق، جیگرداراش هم میفرستیم لبنان، سوریه هم صادرات کله داریم. آقا این چی داره میگه؟ بابا لیست تروریستی سپاه بود. حالا چه فرقی میکنه، گزارش ها شبیه هم بود. آه اشتباه شد نه؟ اشتباه شد. یه لحظه بیا اینجا، اینجا چی تایپ کردی؟ بیا 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 نه با آخرت باشه هم چی کاری کردی؟ نامر به گوستانده فوش میدی ها؟ تو آنتنی خب بله توجه شما را به اخباری در رابطه با ادامه خودم جلب میکنم. دانشمندان بسیجی و پژوهشگران پاسدار در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای جلوه ای دیگر از عزم و اراده نظام را به نمایش گذاشتند و یک هواپیمای جت دیگر را راهی آسمان ها کردند. همکارم در رابطه با ساخت این جت جنگنده با مبتکر آن جت گفتگو کردند. همکار عزیز گزارش بده. شما چطور شد که به فکر ساخت این بمب افکن افتادید؟ از اونجایی که امنیت نظام جمهوری اسلامی در خطره، ما هم خطر کردیم، تصمیم گرفتیم یه چیزی بسازیم که منافع استقبال جهانی رو به خطر بندازه. چند سال روی این طرح کار کردید؟ من و تعداد زیادی از دانشمندان بسیجی الان 20 ساله که داریم روی این پروژه کار میکنیم. من تو قسمت کنترلش کار میکنم، بقیه هم منو کنترل میکنن. آیا الان هواپیمای جنگنده بمب افکنتون آماده پرواز هست که ما به ملت غیورمون نشون بدیم؟ والا قسمت اعظمش آماده است، یه مرحله‌اش مونده که اونم الان جلو خودتون رو اجرا میکنم. کاری نداری من میرم خلیج یه دوری میزنم برمیگردم. اختیاری پسر بیا داره نقطه میشه، بیا داره نقطه میشه، ناکن عجب هواپیمایی. اونم میگم بسیجی، به تو هم میگم بسیجی، خاک بر سرت کنم. و اما ادامه اخبار، توجه فرمایید به خبر مهمی که همکنون به دستم دادن توجه فرمایید. مطابق اخبار واصله از بیت اعظم، پسر جان
چند بار بگویم وقتی صدا و سیما قیمه میدهد مواظب باش روی لباست نریزد. کی میخواهی بزرگ شوی؟ یا یادت باشد وقتی ادا و اصولت تمام شد موقع برگشت از اخبار کوفتی دو عدد نانسنگک خشخاشی بدون نوبت بگیر. توی راه با حاجی لنگ بقال سر محل تسویه حساب کن. میگفت چند شب است بعد از اخبار به حساب من کیک و نوشابه میخوری. چرا آبروی پدر خدا بیا مرزت را در محل میبری؟ ما عمری با آبرو در این محل زندگی کرده ایم. شب هم زودتر بیا خونه، اینقدر سر کوچه الواتی نکن. قربانت مامان اعظم. نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این اهانت و تحقیر آشکار خطاب به مامان اعظم گفت: من دیگر بزرگ شدم، الان 28 سالم است، برای خودم کار دارم، چرا شخصیتم و جلو افکار عمومی خورد میکنی؟ پسر تحقیر شدت از واحد مرکزی خبر. آخ ببینم ببینم عجب زندگی سخت داره. بیا گریه نکن، بیا دستمال بدم. عمرن باز میخوای بذاری تو گوشم. خب باشه بشین، شوخی کردم، من میام سراغت. نه نه نه.